در شما من مانی هستم. اگر من به شما بگویم که در یک شب زیبای تابستانی در یک تپه بسیار بسیار خلوت و آرام نشسته بودم و آسمان پر ستاره رو نگاه میکردم که به راستی زیبا بود، کهکشانهای بزرگ در اون دور و نزدیک دیده میشدند، از جمله کهکشان شیری، و سکوت مطلقی پیرامون من بود، و ناگهان یک سفینه فضایی از اعماق کهکشان به سرعت اومد. وقتی بالای تپه رسید سرعتش رو کم کرد، روی تپه کنار من تقریبا در فاصله 10-20 متری روی تپه نشست، درش باز شد و یک انسان فضایی از اون اومد بیرون و در حالتی از پرواز آمد کنار من نشست. از همون انسان های فضایی که ما عادت داریم بیاندیشیم که قداشون کوتاست، کله هاشون بزرگه و اندام نامناسبی دارن، و بعد بگم بله این انسان فضایی اومد کنار من نشست، با من گفتگو کرد، مهربانی کرد و گفت من از اعماق آسمان ها برای تو یک شعر آوردم و این رو میگم بنویس و به نام خودت منتشر کن. حالا از من نپرسید که این با چه زبانی با من حرف زد، لابد به فارسی بوده، و بعد او چگونه میتوانست برای من شعری بیاورد، از کجا میدانست که من روی این تپه نشستم و به تنهایی دارم به دنیا میاندیشم. باری و بعد ادعا کنم که این شعر رو به من الهام کرد، ارمغان کرد و سوار بشقاب پرنده شد و رفت. این هم اون شعر من. خب پیداست که شما باور نمی کنید، حق هم دارید، برای اینکه شما میدانید که اگر یک موجود آسمانی بخواد وجود داشته باشه که ای بسا وجود دارن، اما این موجودات آسمانی باید در یک کره زندگی بکنن که شرایط زیست در اونجا باشه، نه؟ اتمسفر باید باشه، آب، اکسیژن، نور و چیزهای برای زندگی کردن، هوای برای تنفس کردن، و تازه در اون کره خیالی که این آدم‌های فرضی ما بر اونجا زندگی می‌کنند، آدم‌های فضایی منظورم هست، باید نه خیلی از خورشید دور باشند که یخ بزنند، نه خیلی نزدیک به خورشید باشند که بسوزند. از اونجایی که بشر تا به اکنون 400 دست کم 400 کهکشان رو شناسایی کرده، مخصوصا با این تلسکوپ هاول که در اعماق آسمان ها هست و قدرت نور لیزریش برای شناخت اعماق کهکشان بسیار زیاده، تا به اکنون کره‌ای که شبیه به کره زمین باشه با این شرایط تقریبا میشه گفت کشف نکرده، و اگر هم چیزی شبیه کره زمین در کهکشان شیری یا در کهکشان های دیگه باشند، میلیاردها سال نوری از ما دورند، و اگر موجودی بخواهد سوار بر بشقاب پرندهش بشود، سوار بر سفینه فضاییش بشود و مستقیم به آدرس کره زمین بیاید، آدرس من رو هم بالای اون تپه مفروض داشته باشه، این باید چندین میلیارد سال نوری در راه بوده باشد. پس زمانی راه افتاده که اصلا من نبودم، پس معلوم است برای کی اینو میخواسته بیاره. و تازه این میلیارد سال نوری رو یک بشقاب پرنده با یک یا چند سرنشین چگونه میخواد طی کنه؟ ما بالاتر از سرعت نور چه سرعتی نداریم، و موجودی که زنده هست می اندیشه، ما فکر میکنیم که موجودات فضایی حتی هوشمند هم هستن. خب این در طول این چند میلیارد سال سوخت سفینه شون رو از کجا آوردن، غذای خودشون رو، مسئله
سن و سال، مسئله تکثیر نسل یا هر چیز دیگری. به همین دلایل و پرسش های علمی که شما الان در ذهنتون شکل گرفته در برابر اون تخیلی که من براتون بیان کردم، بر شما روشن می شود که من دچار خیال هستم یا دچار توهم هستم و چون این چیزی غیر ممکن است، نمی پذیرید و حق هم دارید، من هم باشم نمی پذیرم. اما اگر یک انسان دیگری در دورانی که حتی ادعای بشقاب پرنده و موجودات فضایی نام نبوده بیاد بگه من در یک غار تاریک نشسته بودم، یک فرشته کسی به نام جبرئیل آمد، نه یک بار و نه چند بار، در 40 روزی که من در اون چاه در اون غار چله نشین بودم این مرتب می آمد و برای من آیه هایی را ارمغان می آورد و به من می گفت و من اینا را تبدیل کردم به کتابی که الان شما بهش باور دارید. اینو باور می کنید؟ حالا اگر شخص شما که بیننده من هستید اینو باور نکنید، بسیارانی هستن که باور کردند و باور می کنند و کمتر کسی از خودش بپرسه که این جبرئیل با چه زبانی با تو سخن گفت؟ این جبرئیل چرا فقط با تو سخن گفت؟ این جبرئیل آدرس تو رو در اون غار چگونه میدانست؟ و اگر چنین قدرتی دارد که میتواند پیامی رو از آسمان به زمین بیاورد، چرا این رو برای همگان در یک فضای جهانی با زبانهای گوناگون بیان نمی کنه؟ مثلا همزمان با 3 یا 4 هزار زبان زنده آن زمان، که هر کس فقط با زبان مادری خودش اون آیه ها رو بشنوه. و تازه چون این فرد توانایی که از سوی یک فرد تواناتر دیگری آمده، چرا یک چیپس مغزی در مغز انسان ها نگذاشته که اینها رو مستقیم به اونها الهام بکنه، بفرسته توی اون مرکز در مغز اینها، اونجا ثبت بشه و اینا دیگه نیازی به یک واسطه نداشته باشن؟ یعنی نیاز به چند واسطه؟ اول جبرئیل، بعد مثلا پیامبرشونه، بعد امامشونه، بعد ولی فقیه هست، بعد آخوند هست، بعد مفسر هست، بعد نواندیش دینی هست، بعد قاری قرآن هست، بعد نوح خان هست. نیازی به این همه واسطه ها نمی بود. خود اون خداوند بزرگ و قادر توانا که بشر خودش میگن درست کرده، پس میتوانست در این ساختمانی که به نام بشر ارائه داده یک ذخیره‌گاهی هم درست کنه برای انتقال مستقیم داشته های خودش یا فرامین خودش. اما شما باور میکنید، شخص شما ممکنه باور نکنید، ولی بیش از 1 میلیارد انسان امروز بر این مسئله باور دارند و در طی مثلا صده های گذشته چندین میلیارد آدم به این مسائل باور داشتند، در آینده هم خواهند داشت. اما اگر جوزف هایدن، اگر ون گوگ، اگر بتهوون، اگر حافظ، اگر خیام بیایند و مدعی شوند که یک نیروی غیبی، یک سروش ایزدی، یک رابط الهی، یک نیروی آسمانی آمده و این اشعار ما، این موسیقی های ما، این نقاشی های ما رو به ما ارمغان کرده تا تحویل شما بدهیم، به ریششون خواهید خندید، اعتبارشون هم از بین خواهد رفت. برای اینکه خرد شما میگوید چون این چیز غیر ممکن است. اگر می شود با یک انسان مانند بتهوون، خیام، فردوسی یا هر کس دیگری چون این رابطه برقرار کرد، خب چرا اون سروش غیبی، اون نیروی فراکیهانی، فرافیزیکی و فراکهکشانی با یکایی که
شما و من و دیگران این رابطه رو برقرار نمی کنه؟ چرا فقط با چند نفری که میگویند ما پیامبر او هستیم با او رابطه داشتیم رابطه رو برقرار کردیم؟ چه نیازی بوده؟ حالا بحث من بحث ادبیات و هنر است. البته من این دو مثال رو زدم و در جستجوی این هستم که بدانم براستی همه این شاعران، شاعران خردمند، نه خرافه پرداز و توهم زده، این نقاش ها، این موسیقیدان هایی که هستن جلوی چشم ما و میگویند که فرشته الهام بر اونها نازل شده و الهام به سراغ اونها اومده تا اونها این اثر رو نوشتن، چرا؟ برای اینکه من که شاعرم دست خودم نیست که هر وقت اراده کردم شعر بنویسم. اصلا چون این چیز غیر ممکنه. لحظاتی در زندگی من پیدا می شوند که من می توانم آغاز کنم به نوشتن. پل والری یک شاعر بود و می گفت که نخستین جمله شعر هدیه خدایان است. به این معنا که نخستین نوت موسیقی، نخستین جمله شعر یا حرکت قلم که ذهن هنرمند رو بیدار میکنه، این لحظه است که هیچگاه شما نمیتوانید با اراده تکرارش کنید. در واقع یک امر غیر ارادی است. اما کنترل کننده این امر غیر ارادی که خودش نوعی اراده است در دست کیست؟ در دست نیروهای آسمانیه، در دست سرنشینان بشقاب پرنده است، در دست خانم فرشته الهامه، همون فرشته الهامی که ما اینگونه تصور میکنیم که گویا خیلی خانم زیبایی است، جوان، بلندقامت، شاید لباس نازک ابریشمی بدن نما هم بر تنش هست و خیلی آرام بال میزنه، میاد بالای شانه شاعر مینشیند و دم گوش او زمزمه میکند و بهترین شاعران را، شعرها را به اونها میگوید و مثلا میگوید بنویس دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند، یا هر چیز دیگه. این فرشته الهام چیست؟ نمیگویم کیست، برای اینکه کیستی به یک موجود معین فیزیکی برمیگردد. من کیستم؟ من مانی هستم. شما کیستید؟ خانم ایکس یا آقای ایکس هستید. اما من چیستم؟ شما چیستید؟ و فرشته الهام چیست؟ ما در این مغز نسبتاً بزرگ خودمون جاهای خیلی خیلی گوناگونی داریم، مانند یک کامپیوتر واقعاً پیچیده، سوپر کامپیوتری است که در هر گوشش یک اوردنر، یک فایل، یک پوشه هست و چیزهای گوناگونی رو ذخیره کرده و میکنه. رنگها، بوها، صداها، خاطرات، واژگان، دیدها، شنیدها. شما یک ترانه رو میشنوید و بعد میتونید بخونیدش. پس این در یک جای ضبط شده. یک شعری رو میخونید و حفظش میکنید. در کجا؟ در یکی از هم پوشه‌های مغز. این پوشه ها گاهی در هم ریختن، ما که ترکیبات دقیق فنیش و علمیش رو نمیشناسیم، گاهی منظمتر عمل میکنن، گاهی نامنظم. اگر خیلی خیلی نامنظم عمل بکنن، فرد دچار بیماری روانی میشه. اگر اندکی منظم فعال باشند، در واقع ذخیره های
ذهنی ما در اونهاست و بعد میتونن یاریگر زندگی واقعی ما باشند. هر آنچه ما دیده ایم و شنیده ایم و تجربه کرده ایم و خوانده ایم در ضمیر ناخودآگاه ما ذخیره شده. تجارب نیاکان ما، نسل های پیشین، از طریق دی ان آ، از طریق ژن ها، از طریق مولکول ها و اتم ها، از طریق فرهنگ و زبان به ما منتقل شده، در ما وجود داره و همه اینها در همون انباره بسیار بزرگ ضمیر ناخودآگاه متمرکز شدند. پس یک ضمیر خودآگاه داریم. همین است که الان من آگاهانه جلوی دوربین ایستادم و با شما دارم حرف میزنم. عنصری از تخیل توش نیست. نه خوابم، نه دچار توهمم، نه دچار سر و سرگیجه و چیزای از این دستم. اما وقتی میخوابم یا شما وقتی میخوابید، چشماتون بسته، گوشاتون دیگه دقت شنیداری زندگی در زندگی روزمره رو نداره، حتی حس لامستون نمیتونه، وقتی با دوشک و لحاف برخورد میکنه اصلا شما حسش نمیکنید. اگر یک کسی بیاد گل خوشبوی در اتاق شما بگذاره، شما نه او رو میشنوید، نه میبینید و نه بوی اون گل رو حس میکنید. جسم شما، ضمیر خودآگاه شما در حال استراحت، تعطیل. خب اما تازه ضمیر ناخودآگاه آرام آرام بیدار شده و فعال شده، فعال میشه. شما خواب میبینید، در خواب صحنه های میبینید، یه موسیقی میشنوید که در بیرون اصلا سابقه نداشته، آدم های عجیب غریب میبینید، کابوس میبینید، رویاهای بسیار زیبا میبینید، خودتون رو در حال پرواز میبینید، سبکبار میبینید، چیزایی که اصلا در زندگی واقعی ممکن نیست. و بعد وقتی بیدار میشوید همه اینها برای خود شما هم عجیبه و تا اونجا که یادتون باشه سعی میکنید برای کسان تعریف کنید و حتی تعبیرشو بخواید. پس این دو بخشی که البته کاملا اصلا جدا نیستند، بخش خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه، با هزار و یک رشته مثل روابط درون اتمی و مولکولی به هم رابطه دارن، با هم دیگه در پیوند هستن. اما وقتی که یک بخش به سایه می رود، به خواب می رود، در حال استراحت است، بخش دیگر فعال می شود و بالعکس. هر آنچه که ما می نویسیم، می سراییم، می نوازیم، نقاشی می کنیم یا می رقصیم، لحظه ای که همه اینها در یک کسی یا در کسانی بیدار می شوند که بهش می گوییم لحظه الهام یا فرود آمدن فرشته الهام یا سروش غیبی یا فرمان آسمانی، لحظه ایست که ضمیر ناخودآگاه شما حتی در بیداری میاد و هجوم میاره، برابری میکنه در برابر ضمیر خودآگاه شما و نخستین نوتهای موسیقی رو در ذهن شما بیدار میکنه، آنچه را که شما به عنوان یک کمپونیست و آهنگساز قراره که بعداً بسازید، یا نخستین واژگان شعری رو در دهان شما میگذارد، یا بر قلم شما، در قلم شما جاری میکند، بر کاغذ شما جاری میکند. و شما طرح نخستین اثر هنری رو دارید، طرح نخستین شعرتون رو دارید، این رو می‌نویسید. وقتی که کار او تمام شد و رفت، الهامش رو بخشید با قول معروف و خداحافظی کرد و رفت، تازه خرد شما، تجربه شما، آزمون شما، عقل شما و فنورزی شما
میاد بالای سر این اثر هنری، بالای سر این شعر میسته و این رو ادیت میکنه. یعنی بنده به عنوان کسی که 45 سال سرگرم شعر گفتن بودم، الان میتوانم بگویم که میتوانم استادی باشم برای اون ضمیر ناخودآگاه و او رو ادیت کنم، نگذارم مغلوب او باشم به تمامی، همونطوری که نباید بگذارم او مغلوب من باشد به تمامی، چون جوهر شعری رو، لحظه زایش و پیدایش اون اثر هنری رو ضمیر ناخودآگاه من به من داد. پس بسیار ارجمنده. اما هر آنچه را که او به من ارمغان می کند لزوما تطبیقی با جهان واقعی من نداره. من باید بنشینم حساب بکنم که آیا حالا این شعر رو من اگر اینطوری بیرون بدم به این طرف جامعه بر نمیخوره، به تعصب اونها بر نمیخوره، برای خودم یک چیز منفی نخواهد بود، برای خودم باید مثبت باشه، برای کسی که شعر من رو میخونه باید ارزشمند باشه، تاثیرگذار باشه، لذت بخش باشه. این سنجش ها، ارزیابی ها و مترو معیارها مال خرد و عقل و آزمون و تجربه ذهن آگاه من هست، نه اینکه زمین ناخودآگاه فارغ از این مسائل باشه، ولی در اونجا بسیار بسیار ضعیفه. اونجا یک خلوص جالبی وجود داره، یک جوهر تقریبا نابی وجود داره برای آفرینش، برای اندیشیدن، برای خواب دیدن یا برای هر چیزی. اندیشیدن نه به سبک زمان بیداری، اما ضمیر خود آگاه من، یعنی آگاهی من نیز تو جامعه زندگی کرده، قوانین رو میشناسه، روابط رو میشناسه، میدونه که اگر یک اثر رو اینطوری بنویسه بهتر است، اینطوری ادیتش کند البته، و اگر اونطوری ویرایشش کند شاید بهتر است، و همکاری این دوتا با هم محصولش می شود یک اثر هنری پایین، متوسط، خوب و خیلی عالی. این دیگه بستگی به اون جوهره اصلی داره که چقدر غلیظ است و غنی است و توانمندی ادیتگر و پردازنده داره. بنابراین فرشته الهام در همینجاست، سروش ایزدی در همینجاست، جبرئیل در همینجاست، آیات منزل از اینجا نازل می شوند. البته اگر کسی واقعا اینها رو به تنهایی آفریده باشه، بهترین آثار هنری نه هدیه خدایان است، نه ارمغان ملائک و فرشته هاست، و نه روی سینی روی دسته فرشته الهام برای شاعران و هنرمندان آورده شده، بلکه تنها و تنها محصول خود شما به عنوان موجود اجتماعی هست و محصول من به عنوان یک موجود اجتماعی هست، موجود واقعی که اینجا هستم، در برابر شما ایستادم، در برابر دوربین و حرف میزنم، اما کولبار سنگینی از داشته های خوب و بد، ژن های خوب و بد، دی ان آی خوب و بد، آموخته های خوب و بد رو روی دوشم دارم، نمیبینمش، حسش نمیکنم، ولی دارم. هر یک از شما دارید. شما خوابهاتون رو بر اساس اون تجارب ذخیره شده در ضمیر ناخودآگاه میبینید که یک بخشش از سوی چشم و گوش و حس لامسه و دریافت و فهم شما به عنوان موجود زنده اجتماعی که در داخل جامعه زندگی کردید در شما ذخیره شده، اون بخش در شما ذخیره شده، و یه بخشم
از قبل آمده و شما همه اینها رو دوباره منتقل میکنید به نسل بعدی و نسل بعد خودش تجارب خودشو داره، زندگی خودشو داره، آموزش خودشو داره، خردمندی خودشو داره و شاید خیلی خیلی متفاوت تر از نسل پیش از او که ما باشیم. و این ارثیه‌ای رو که ما بر اونها جا میگذاریم، اونها ترکیبش میکنن با نیازهای زمانه خودشون، با خرد و آموخته و آموزش های خودشون و آموزه های خودشون و زندگیشون رو بر اساس اونها شکل میدن. بنابراین خیلی خلاصه بکنم براتون، چکیده بگویم که هیچ چیز فراکیهانی وجود ندارد، فرشته الهامی وجود ندارد، بیرون از این هستی چیزی وجود ندارد. هرچه هست محصول ماده است، محصول زمان است و مکان و نور و انرژی و حرکت. چه قرآن باشد، چه انجیل باشد، چه تورات باشد، چه گاته ها باشد، چه سروده های حافظ و فردوسی و خیام و بتوون و دیگران باشند، چه آهنگ ها و آواز ها باشند، همه اینها محصول تمرکز و به هم آمیختگی اتم ها و مولکول ها در یک حوزه مکانی، زمانی و انرژی و نور هستند. هر چه هست حاصل جهان فیزیکی است. حتی چیزهای غیر فیزیکی حاصل جهان فیزیکی هستند. یعنی ذهن من که چیز غیر فیزیکی است یا زمین ناخودآگاه هم، محصول ترکیبات شیمیایی و فیزیکی سلول ها و نورون ها و عصب و اتم های مغز من هستند. هر چه هست همینجاست، در درون هستی، و ما بیرون از هستی جایی نداریم، یعنی جایی وجود ندارد، زمان هم دیگر وجود ندارد، مکان هم وجود ندارد، هیچ نیروی هم در بیزمانی و بیمکانی نمیتواند وجود داشته باشد. پس این هستی را دوست بداریم. تا هستم و هست باید دوستش بدارم، چرا که هر آنچه دارم مال همین کره کوچیک است و کهکشانی که خورشید درخشانی دارد و نورش رو به ما ارمغان میکند، نورش رو بر ما نازل میکند. و هر چی که زمینی تر باشیم، روی این زمین زندگی کنیم و واقعی تر بیاندیشیم، درک ما از ادبیاتمون، از شعرمون، از هنر، موسیقی هم واقعی تر میشه و هم زیباتر میشه. و هیچ شاعر، هنرمند و نویسنده رو فرد برتر نمیدونیم در ارتباط با افلاک یا فرشته الهام یا سروش الهی یا سروش ایزدی نمیبینیم. پیامبرانمون رو هم آدمهایی میبینیم همچون خود ما، نیازهایی داشتند و این رو به گونه‌ای که دونستن بیان کردن و کاراشون انجام دادن رفتن. موجوداتی زمینی هستن، هر آنچه هم آفریدند و آفریده این مال همین زمین است، محصول ذهن خود ماست. هیچ چیز مقدس نیست جز زندگی ما، زنده بودن ما و این هستی و این کره‌ای که ما روش زندگی میکنیم، زندگی رو از او گرفتیم. تازه مقدس، میخواستم بگم اینا مقدسند، اما نه به اون شکلی که تابو بشوند. نه، تنها چیزی که مقدس است زندگی و هستی درون همین هستی است که ما باید پاسش بداریم. حالا بگذاریم، من هدفم این بود که درباره فرشته الهام با شما حرف بزنم. در برنامه‌های آینده اگر عمری باشد و فرصتی و انرژی، میخوام در ارتباط با
جنبه‌های دیگری از شعر و هنر در سطح تجربه شخصی خودم با شما حرف بزنم. بنابراین با هم می رویم. من اول با شما خداحافظی می کنم و بعد می رویم و یک شعری رو از من می شنویم با نام تماشا از لبه هستی. هستی البته لبه نداره، شما نمیتونی بری بیرون از هستی و هستی رو نگاه کنی، اما اون تخیل شاعرانه این اجازه رو میده که من در عالم فرض و خیال خودم رو در بیرون از هستی تصور کنم، به جهان هستی نگاه کنم و بعد بگویم که چه دیدم و چگونه دیدم. اما در نهایت همه چیز در درون این هستی است. هستی لبه ای ندارد، انتها و آغاز و انجامی نداشته است و ندارد. شاد باشید. تماشا از لبه هستی. بیا اینجا بیرون جهان کنار من بنشین، آن کهکشان رخشان را که میبینی از این پیش مرده است. آن کهکشانی را که نمی بینی پیشارویت زاده خواهد شد. در فراگستری جهان، در تورم کیهان، آن خدا را که می بینی بسی پیشتر از این در یک سیاه چاله مرده است. و آن خدای را که نمی بینی بسی پستر در داناییت جای همی گیرد. آغاز آغازی اگر بود که بود، نقطه پایانی بود نیست. من میگویم نبض کیهان در همه جای آن به یکسان نمیتپد. زهدانهای جهان همواره از خدای یکتا آبستن نمیشوند. سنفونی هستی با ملودی های یکسان نواخته نمی شود. رهبر ارکستر کائنات یکه و یکتا نبوده نیست. حتی صفر در همه جای کیهان برابر صفر نیست. که میدانی افتادن بلور یخ بر تخت سنگ چه مناظر همگریزی می آفریند، پس میدانی یکتای خدا در کیهان هزاران تکه شده. اگر اینها را میدانی دیگر نگو که خل شدم. گویا هنوز سرشت آن جهانی را داری که در آن بودیم. قرار بود بیرون از جهان جهان را بنگریم، تا خوشه های کهکشان را چون شعری تنگ و سر ببینیم.
هنگام که دانه اسپرمی بودم مرا ندیدی. ستاری سرد که شوم اما مرا خواهی دید. آن ستاره که میبینی بسیار پیشتر از این مرده است. آن ستاره را که نمیبینی در حال زایش است. من همیشه تو را دیرتر از زمانی که باید می دیدم دیدم. تو مرا همیشه پیش از زایشم می بینی. اگر تماشای آسمان پر ستاره تماشای گذشته هاست، تماشای قوقای کوانتوم تماشای آینده است. اکنون زمان و فضا را خم کنیم، خدا را خم کنیم، بر گردش بنشینیم و به درون جهان برگردیم تا دریابیم جهان را از درون جهان نمی توانیم دید. بیرون جهان را از درون جهان نمی توانیم دید. عشق را در درون عشق نمی توانیم حس کنیم. مرگ را از ژرفای زندگی نمی توانیم دید. زندگی را از ژرفای مرگ نمی توانیم چشید. آنچه می توانیم دید کهکشانی است که بسیارتر پیش از این فرو فسرد، اما نورش در راه است همچنان تا پندار وجودش را بباوری. آنچه می توانیم دید خدایی است که حتی بسیار پیشتر از آن کهکشان مرده است، اما تصورش همچنان در راه است تا وجودش را تصویر کنیم. این تصور که پایان یابد تصویر هم خواهد خاموشید. ذات نایافته از هستی بخش چون تواند که بود هستی بخش. به زودی نور نو کهکشانی که نمی بینیش به دیدگانت خواهد رسید. تو در انبساط جهان گشوده خواهی شد، همچون بوی گل کوکب در فضا. به سیاه چاله ای نزدیک خواهی شد که خدا و خدایان را بلعید، شیطان و شیاطین را بلعید، پیامبران و جادوگران را بلعید، ترس و نادانی را بلعید. آنگاه مرا خواهی دید در زایشی دوباره، مرا که بسیار پیشتر از آنگاه مردم. اکنون که مرا فهمیدی دیگر نگو که خل نشدم. قرار نبود بیرون جهان را از درون جهان بتوانیم دید. مانی، 5 نوامبر 2016.
در این شعر بیتی از هفت اورنگ جامی شنیدید. ذات نایافته از هستی بخش، چون تواند که بود هستی بخش. برای نزدیکتر شدن به مضامین این شعر، به نظریه های فیزیک کوانتومی، انبساط جهان، خمیدگی فضا زمان، سیاه چاله های کیهانی، بیگ بنگ و تورم کیهانی در کتاب های استیون هاوکینگ بنگرید.